با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، در ماجرای سقوط امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی به اصطلاح سوسیالیستی مشاهده کردیم که یک شخصی به نام لوسی در فاطیما در پرتغال چه جایگاه تعیین کننده و نقش تعیین کننده ای برای ارائه رهنمود و استراتژی های راهبردی ایفا کرد. فردی که خودش اطلاعات سیاسی نداشت، اطلاعات ژئوپلیتیک نداشت، اما از جای دیگری بهش اطلاعات داده می شد که به مسئولان مربوطه در جهان غرب منتقل بکنه و اونها بر مبنای این اطلاعات روش های دقیقی رو برای پیاده کردن یک انقلاب رنگی، یک انقلاب بدون خشونت، یک انقلاب بدون تیراندازی، البته با فداکاری، با جانفشانی، با ایستادگی، با مقاومت مردم، با پیوستن 10 میلیون کارگر به سندیکای معروف به سولیدارنوسک در لهستان به رهبری یک کارگر فنی الکتریسیته به نام لش والزا و اعتصابات آغاز شد. حکومت نظامی گذاشت، جنرال ژلوزلسکی اومد، بسیاری از رهبران اپوزیسیون رو گرفت، انداخت تو زندان، فشارهای بسیار زیادی آوردن، اما نهایتا زانو زدن در برابر اراده مردم، تن به دموکراسی پلورالیستی دادن، یعنی هم اپوزیسیون و هم قدرت حاکمه نظامی و حزب کمونیست با هم تو شرکت داشتن. اما وقتی کار به انتخابات رسید، نهایتا حزب کمونیست به زبالدان تاریخ انداخته شد و لهستان آزاد شد و همین روش بر اثر عملکرد دومینو یکایک کشورهای بلوک شرق رو که تحت سیطره حزب کمونیست حاکم اون کشور اداره میشد به انقلاب مخملی وارد کرد، انقلاب نارنجی، و نهایتا کار رسید به خود اتحاد جماهیر شوروی. آقای گورباچوف وقتی شد صدر هیئت عالیه اتحاد جماهیر شوروی، ایشون نمیخواست که امپراتوری شوروی فروپاشیده بشه و به همین دلیل دو سیاست رو در پیش گرفت برای اصلاح سیستم: سیاست پروستریکا و گلاسنوست. اما این دو سیاست برخورد کرد به کل سیستم حاکمه که در اختیار نومانکلاتورا قرار داشت و فساد درش نهادینه شده و هیچ گونه اصلاحی رو بر نمیتاد و به همین دلیل دچار تلاشی و در هم شکسته شدن شد. این امر موجب شد که ارتش سرخ اومد تا کاخ کرملین پیشرفت کرد، تانک ها اومدن وسط خیابون، ولی اون موقع یلسین که نفر دوم حکومت بود اومد در میان مردم و در برابر تانک ها و مقاومت کرد و گفت جنرال ها باید برگردن تو پادگان ها و حق دخالت ندارن، اینجا پایان امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی به اصطلاح سوسیالیستی اعلام شده و دیگه با نیروی قهریه نمیشه مسیر تاریخ رو عوض کرد. نقطه آغاز این دومینو از لهستان بود. وقتی که پاپ ژامپل دوم که لهستانی الاصل بود اومد، در انطباق با پیشگویی ها و پیشبینی ها و الهاماتی که
به خانم لوسی راهبه به طور مرتب در پرتغال در ناحیه فاطیما داشت صورت می گرفت و این شخص گزارش دقیق و لحظه به لحظه دریافت‌های خودش رو برای واتیکان میفرستاد. پاپ ژان پل دوم گفت من به عنوان یک لهستانی که الان رئیس کشور واتیکانه و رئیس کلیسای کاتولیک جهانه میخوام برم لهستان و از کشور خودم دیدن بکنم. و اونها میدونستن که اگر ایشون بره اونجا پا بذاره احساسات مذهبی برانگیخته میشه، احساسات مذهبی بر علیه کمونیسم که مبتنی بر ماتریالیسم دیالکتیک و نفی خداونده برانگیخته میشه. به همین دلیل خواستن پاپ رو ترور بکنن تا از بین بره و نتونه مأموریت الهی خودش رو آغاز بکنه. اما ایشون از اون ترور زنده موند. الیخسا نتونست پاپ رو بکشه، ایشون زخمی شد و زخمی شدن و زنده موندن پاپ بیشتر احساسات مذهبی رو در لهستان برانگیخت. هم ترور پاپ لهستانی و هم زنده موندن ایشون به احساسات مذهبی مردمی در لهستان دامن زد و کلیسا بلند شد در برابر حزب. از اون طرف سولیدارنوسک موفق شد که از 16 میلیون کارگر لهستانی 10 میلیونش رو وارد اتحادیه و سندیکایی که درست شده بود بکنه. همین روش در کشورهای دیگه بلوک شرق به کار گرفته شد و یکی یکی آزاد شد تا نوبت به اتحاد جماهیر شوروی رسید. این موج که شروع شد تا به ثمر برسه، از زمانی که پاپ ژان پل دوم اومد تا به ثمر برسه، بیش از یکی دهه کامل به درازا کشید. و وقتی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 متلاشی شد، از اونجایی که در اکتبر 1917 بنیان گذاری شده بود دقیقا 74 سال به درازا کشید عمرش. اون چیزی که این وسط تعیین کننده بود و این راه برد موفق رو داشت هدایت میکرد، رهنمودهایی بود که توسط اون انسان نورانی که در یک حاله مغناطیسی در هوا بین زمین و آسمان ظهور میکرد و با لوسی و جاسینتا و فرانچسکو صحبت میکرد و بهشون دستورات مخصوص میداد که عمل بکنن، با رهنمودهای خودش و با حمایتهای خودش برای زدایش کمونیسم از نیمی از جهان، برای زدایش و پالایش جهان از جهانبینی نادرست ماتریالیسم، این امر خارق العاده رو محقق کرد. یک چنین سیستمی به وجود اومده بود که یک طرفش در آسمان اون سفینه های فرازمینی ظهور می کردن و تحولاتی به وقوع می پیوست. یعنی وقتی به گردش در می اومدند در آسمان با میدان مغناطیسی نیرومندی که درست می کردن، مولکول های آب رو در هوا یونیزه می کردن و ابرهای عظیمی به وجود می اومد و بیدرنگ شروع می شد به بارندگی عجیب در فصولی از سال که در پرتغال بارندگی نمی شه. آسمان سیاه می شد، از میان اون ابرها و وقت این سفینه ها می اومدن پایین و بالای سر مردم مانور می دادن که همه مشاهده می کردن و عکس برداری کردن و روزنامه ها گزارش هاشو نوشتن. همزمان با این اتفاقات اون قدیسه ظهور میکرد و با این سه کودک در برابر یک درخت زیتون شروع میکرد صحبت کردن. در این سیستم شما مشاهده میکنید که یه سفینه از فضا میاد در آسمان در یه ناحیه‌ای و اونجا ظهور میکنه که همه میتونن ببیننش و بعد
یک شخص نورانی با یه حاله بسیار نیرومند مغناطیسی ظهور میکنه که یه نفر میتونه ببینش یا یه گروه سه نفری حد اکثر میتونن ببیننش، ولی با یک نفر ارتباط برقرار میکنه. اون یک نفر ممکنه یک کودک باشه، ممکنه یک جوان باشه، ممکنه یک خانوم باشه، ممکنه یک آقا باشه، ممکنه میانسال باشه، ممکنه مسن باشه به لحاظ سنی، تفاوتی نداره. اون انتخاب میکنه که کانال ارتباطیش چی باشه، کانال ارتباطیش کی باشه. این شخصی که کانال ارتباطیه فقط پیامهایی رو که بهش ابلاغ میشه میگیره برای اینکه به دیگران ارسال بکنه، که اون دیگران رو باز خود اون قدیسه نورانی معین میکنه. در قرن بیستم از 1917 تا 1999 و در قرن 21 یعنی از 2000 میلادی تا 2005 این کانال ارتباط با فرازمین از طریق خانم لوسی برقرار بود. خانم لوسی انتخاب شده بود تا باهاش تماس گرفته بشه و رهنمود داده بشه. ایشون توسط کلیسا به عنوان قدیسه به رسمیت شناخته شد. دو تا از پاپ ها چندین بار باهاش ملاقات کردند. پاپ ژان پل دوم دو بار رفت به پرتغال و با لوسی ملاقات کرد و اون رو به عنوان قدیسه معرفی کرد و به ثبت رسید. اون جایی که این اتفاقات درش به وقوع پیوسته بود، یعنی همون روستای بسیار فقیر و دور افتاده فاطیما در یک ساعتی لیسبون پایتخت پرتغال، در اونجا یک نیایشگاه بسیار عظیمی برپا شد که هر سال مردم از سراسر دنیا میرن برای حاجت خواستن و برای زیارت کردن و برای دعا کردن و برای بزرگ داشته خاطره لوسی. راهبه لوسی و پاپ ژان پل دوم هر دو در سال 2005 میلادی از دنیا رفتن. ما مشاهده میکنیم که لوسی 10 سالش بود وقتی ارتباط باهاش برقرار شد. یک دختر روستایی بی سواد 10 ساله. اما بعد از اون بنا به دستوری که بهش داده شد، وظایفی براش معین شد، اورادی بهش داده شد، استفاده از تسبیح بهش آموزش داده شد و بعد بهش گفته شد که برو درس بخون، آموزش ببین، خواندن نوشتن یاد بگیر، زبانهای مختلف رو یاد بگیر، از منابع دینی و الهی تا اونجایی که میتونی مستفیض و بهره‌مند بشو. تو باید این چیزهایی رو که ما به تو آموزش میدیم بنویسی و به عنوان دستورالعمل برای واتیکان بفرستی، بنویسی و به عنوان دستورالعمل برای هیئت حاکمه در پرتغال بفرستی. پس باید خوندن و نوشتن به طور کامل بلد باشی. به این ترتیب میبینیم که چطوری ایشون هم به لحاظ ظرفیت‌های مغزی انتلکتوئلی دانش و هم به لحاظ ظرفیت‌های روحی شروع کرد به تحول پیدا کردن در تمام طول این مدت. و کمونیسم و امپراتوری کمونیسم، بلوک شرق یعنی اتحاد جماهیر شوروی و تمام ساتلایت‌هاش، تمام اقمارش، یعنی چکسلواکی، یوگسلاوی، رومانی، آلمان شرقی، لهستان، مجارستان به اضافه تمام کشورهای ماورای قفقاز، یعنی نیمی از جهان، با تمام قدرتی که داشتن، با تمام بمب‌های اتمی و بمب‌های مداری و بمب‌های هیدروژنی، موشک‌های فراصوت سوپرسونیک بالستیکی که داشتن، قدرت تخریبی عجیبی که داشتن، نتونستن لوسی رو متوقف کنند و اون به مأموریت الهی خودش ادامه داد و موفق به انجامش شد.
یعنی امپراتوری شوروی رو متلاشی کرد بدون جنگ و خونریزی. موقعی که اتحاد جماهیر شوروی شروع کرد به مانورهایی و شروع کرد به دست زدن به بعضی از آزمایشات اتمی زیرزمینی برای اینکه قدرت تخریبی خودش رو نشون بده، معلوم نشد به چه کیفیت به ناگهان مرکز عظیم اتمی چرنوبیل دچار انفجار شد و ابرهای مرگزا سراسر روسیه رو فرا گرفت و با بادهایی که از این سو و اون سو می‌وزید در تمام دنیا انتشار پیدا کرد. فروپاشی شوروی دلایل بسیار زیادی داشت. انفجار چرنوبیل، انفجار اتمی چرنوبیل یکی از تعیین کننده ترین دلایل بود که هنوز علتش معلوم نشده چیه. پس متوجه میشیم که وقتی در قرآن مجید ناقوس پایان تاریخ جباری اعلام میشه و لکل امت اجلون فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، از بین میره جبار، هر چی باشه، هر کی باشه، در هر جای تاریخ که قرار گرفته باشه، یه نقطه پایان تاریخ باشه. بحثی که در قرآن مجید مطرح میشه و در متون آسمانی مطرح میشه، در عهد عتیق مطرح میشه، در عهد جدید مطرح میشه، در گنزربا مطرح میشه، در اوستا مطرح میشه، اینها افسانه نیست. در قرن 20 و 21 در برابر چشم مردم جهان به وقوع میپیونده و مشاهده میکن که این هم از همون جنسه. یعنی یه سمتش به آسمان مربوطه، یک سمتش به فرازمین مربوطه، اگرچه روی زمین اتفاق میفته. و در اینجا یک سفینه فرازمینی و یک فرد به عنوان کانال ارتباطی با میدان مغناطیسی بسیار نیرومند حضور پیدا میکنه. همین اتفاقه که شما مشاهده میکنید یک دفعه علی و حسن و عماد آل بویه هیزم شکنان روستانشینان روستاهای شمال ایران یک دفعه از بغداد سردر میارن و خلیفه عباسی رو رهسپار درک میکنن 5 سال بعد از آغاز غیبت کبرا و مسیر تاریخ رو عوض میکنن. به جای المقتدر بالله عباسی المطیع لله میذارن که از خودشون اطاعت کنه. همه چی عوض میشه. چطور یک بار این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اون روستانشینان اونها با درخت کار میکردن، حاله مغناطیسیشون رو تقویت میکردن، زحمت میکشیدن، ورزش میکردن، میخواستن کانال ارتباطی بشن. این سفرزن فرانچسکو، جاسینتا و لوسی بدون اینکه بدونن وقتی گوسفندا رو می‌بردن به صحرا برای چرا، در برابر یک درخت زیتونی که اونجا بود به دعا می‌شستند. یک انرژی در دلشون جوشیدن می‌گرفت، اینها رو به ابدیت وصل می‌کرد، به افق‌های بی انتها پیوند می‌زد. و بعد از اینکه اینها در یک حالت خلسه خاصی فرو می‌رفتند، یک دفعه چشمشون به دیدار با اون قدیسه نورانی در حاله نیرومند مغناطیسی جلب شد. و مغناطیس ایجاد میکنه. وقتی شما به یک میله آهن رو با وقتی یک میله آهن معمولی رو نزدیک کنید، به سبب جریان الغایی این خصوصیت در این میلم ظهور میکنه. خصوصیت میدان مغناطیسی اینه. تا ادامه این گفتار شما یاران عزیز به خدای بزرگ می‌سپارم. علی نگهدار.